دوستان و شنوندگان عزیز، اینک ارتباطمون با آقای بنی‌صدر برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن تماس با ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود. و یادآوری میکنم این برنامه هر جمعه از طریق اینستاگرام آقای بنی‌صدر با آدرس @ABنی‌صدر هر جمعه از ساعت 19 به صورت زنده پخش میشود. آقای بنی‌صدر با سلام و درود بر شماتون و سپاس داریم که به دعوت ما را پذیرا هستید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید. سلام به شما و شنوندگان گرامی. آقای بنی‌صدر، قبل از اینکه من سوالات رو مطرح کنم، امروز 16 آذر است. 16 آذری که سه دانشجوی وطن دوست توسط عمال نظام شاهی برای احقاق حق و حقوق ملت ایران به خاک خون کشیده شد و اونا شهیدان تاریخ گشتند تا شاهدی بیاشند در راه استقلال و آزادی ایران. اگر به خاطر این روز برای دانشجویان عزیز ایران که امروز در برابر نظام شیخی پرصلابت و با استقامت ایستادند پیامی دارید بفرمایید و من سوالاتم را طرح کنم. بله، امروز 16 آذر است. در 16 آذر 1332 دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به ورود اکسون معاون رئیس جمهوری وقت امریکا به ایران و در واقع اعتراض به کودتا و رژیم کودتا استبداد و وابستگی در دانشگاه اجتماع کردن. قوای مسلح وارد دانشگاه شدن و در کلاس درس رگبال مسلسل به روی دانشجویان کشودن. سه دانشجو در جا کشته شد. امسال میگویند بی رونق ترین و بی رمق ترین 16 آذر در دانشگاه های ایران بوده. آقای روحانی میگوید ما آزادترین دانشگاه های جهان را داریم. و در یک آدمی دروغ به این بزرگی و به این فاحشی در ایران بگوید که هم دانشجویانی که نمیتوانند روز دانشجو را گرامی بدارند میدانند او این دروغ بزرگ است، هم جهانیان که بارها سازمانهای دانشجویی، استادان دانشگاه جهان به سرکوب دانشجویان و استادان در ایران اعتراض کردند. اما دانشجوی امروز باید بداند که مسئولیت او سنگین تر است از دانشجویان دانشگاه بعد از کودتای مرداد 1332. چرا؟ به لحاظ این که ما این در جهانی زندگی میکنیم که اون جهان نیست، در کشوری زندگی میکنیم که انقلاب کرد تا به استبداد و وابستگی پایان ببخشد و امروز ما همچنان گرفتار استبداد و وابستگی هستیم. یک رژیمی با سازکار عمل و عکس العمل 40 سال است مردم ایران رو به اسارت گرفته. نقش دانشجو در هر حال در هر جامعه، نقش جوان، نقش نیروی محرکه تغییر است. نیروی محرکه تغییر دانشجویان. اگر شما امسال روز دانشگاه رو روز بی رونق و بی رمق برگزار کرده اید، تنها فشار رژیم نیست، اینکه شما نمی کوشید به یک پرسش مهم پاسخ بدهید. آیا می خواهید در این سرزمین، در وطن، در استقلال و آزادی زندگی کنید؟ اگر می خواهید، کدام نظام اجتماعی متناسب است با زندگی در استقلال و آزادی؟ کدام حقوق اساسی، کدام برنامه عمل، مردم ایران از کدام حقوق باید برخوردار باشند؟ اینها پرسش هایی است که باید شما برای خود طرح کنید و اونها برای اونها پاسخ بیابید، به این پاسخ ها عمل کنید، الگوهای زندگی نو برای جامعه خیش بلکه برای جهان بگردید. میبینید که جهان رو و من شما رو فرا میخوانم به این کوشش بزرگ، به این آرمان در دسترس، هم برای بنای ایران مستقل و آزاد، هم برای جهان مستقل و آزاد از زور
به هر شکل که در آید شاد و پیروز باشید. بسیار متشکرم. آقای مسعد، شما اشاره داشتید به عمل و عکس العمل. موضوعی هم که انتخاب کرده ایم مسئله فلسفه مرگ و عمل آمریکا و عکس العمل نظام ولایت مطلقه فقیه است. آقای مسعد، به نظر می رسد که رژیم از طریق غریزه مرگ عمل می کند و خردی که نشان از کوشش برای حفظ بقا باشد از خود نشان نمی دهد. در غیر این صورت با موشک پرانی و به راه انداختن دستگاه ترور در اروپا و کوشش اتحادیه اروپا را برای جلوگیری از تحریم کامل ایران با مشکلات جدی روبرو نمی کرد. تحلیل شما در این رابطه چیست؟ من میکروفون را در اختیار شما می‌ذارم. بفرمایید آقای بنصر. از اینجا شروع می‌کنم که از ابتدای استقرار رژیم ولایت فقیه تا امروز این رژیم، خصوصا مقام اول این رژیم، آقای خمینی نخست و آقای خامنه‌ای بعد از این، با قدرت‌های خارجی یک رابطه ای برقرار کردن. اون رابطه اینه، اون قدرت خارجی عمل میکنه، اینها با اکثر عمل نشون میدن. 40 سال چند مورد رو یادآور میشوم برای نسل امروز. اگر حافظه تاریخی تو هم قوی باشه تذکار بیفایده نیست. گروگانگیری، حالا پرس کنیم که این گروگانگیری طرحی نبوده که در امریکا ریخته شده در ایران به عنوان یک عمل انقلابی و عمل در آمده. هر سال هم آقایان مراسم برقرار می کنن برای اون عمل خدمتبار و فرض کنیم به این که فقط یک واکنش بوده. امریکایی ها شاه رو به نیویورک بردن، دانشجویان پیرو به خط امام واکنش نشون دادن، شده گروگانگیری 444 روز ادامه یافت. حالا خود این گروگانگیری رو اگر شما نسل امروز ببینید که چرا 444 روز طول کشید، همون هایی هم که این گروگانگیری رو انجام دادن وسیله شدن میگن که قرار بود 3-4 روز بیشتر نه انجامن، به طور نه انجامن. شما بعد میبینید که در خیانت به امید این مواردی که مسئله میرفته به حل شدن و حل نمی شده از راه همین سازگار یا مکانیزم عمل و عکس‌العمل خواهید دید که چندی نوبت دارم. اینجور که آدمه 25 نوبت اونجا فهرست کردم، 25 نوبت مسئله اگر بیشتر نبوده و رفته به پای حل یک عمل و یک عکس‌العمل، حل شکرده لاین حل، تا وقتی که یک سازش پنهانی هم انجام گرفته اسم شده بود اکتوب سورپرایز و وسیله شده برای اینکه ریگان و ریگانیز بر امریکا مسلط بشود به شکل فعلیش این آقای ترامپ هست. و بعد 444 روز در لحظه ادای سوگند توسط آقای ریگان اینها هواپیمای حامل گروگان ها یا یک هواپیمای آدم نیست اجازه پرواز از فرودگاه مهرآباد یافتن. بعد عراق به ایران حمله کرده اول و ما عکس‌العمل. برای اینکه این عمل موفقیت آمیز بشود قبلا هم یک رشته عمل و عکس‌العمل سبب شد که این ارتش متلاشی کنند این آقایان. حتی طرح انحلال ارتش رو رهبران حزب جمهوری اسلامی توسط آقای بهشتی به شورای انقلاب آوردن. حالا شما اون هنوز این دوران 8 سال هم یک رشته عمل و عکس‌العمله که آخرینش می شود این که قطعنامه شورای امنیت تصویب میشه اسباب شکست قوای ایران در جبهه ها فراهم میشه، واکنش آقای خمینی نوشیدن جام زهر می شود و تسلیم. بعد میاد ماجرای همین واکنش و واکنش محاصره شدن ایران با پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی امریکا و اسرائیل. بعد میاد این ماجرای اتم. حالا در این سوالی که شما می کنید یکی از واکنش‌ها و
کنش ها و کنش های این بحران اتمی است. ایالات متحده بیرون رفته از قرارداد وین. اون گرایشی که ایران منزوی، ایران تحت تهدید رو به سود خود میداند، چرا که بیشترین امکان رانت رو برای اونها فراهم میآورد، اونها شروع کردن به عمل و به صلاح کنش این با ایالات متحده کنش و واکنش تا امروز. یکی دوتا نیست، آخرینش این است که شما میگویید، اما این که اروپا میخواهد، این رو من تردید دارم که شایق باشد و مایل باشد و بخواهد. نه، از ناچاری، برای اینکه مقاید هم مخواد دو دنیا موقعیت داشته باشه دیگه، یک توافقنامه‌ای رو امضا کرده، یه طرف امریکایی رفته بیرون، حالا اگر بخواد یک سره دنبال روی کنه که چیزی دیگه برای اروپا از اون اندک اعتباری هم که مانده بود تو دنیا دست میده. پس باید بگه من باقی میمونم، هم که شایق باشد خیر، باقی میمونم و یک مجرای ارتباط مالی هم با ایران ترتیب میدم. خب آقای ترامپ ماه مه از این قرارداد رفته بیرون، اروپا این مجرا چقدر پول داره؟ تا امروز که داریم صحبت میکنیم هنوز این مجرا باز نشده، کانال باز نشده. خب بهانه هم برای اینکه این باز نشود، اون بخش از اون رژیم مرتب میسازه، ولی آخرین موشکه. آقای پامپئو وزیر خارجه امریکا میگوید به این که ایران یک موشکی آزمایش کرده میان برد که میتواند کلاهک اتمی حمل کند. خب کردیم آزمایش نکردی؟ سکوته. اون مقام های آزمایش کننده توضیح میدن که این چگونه موشکی بوده. خیر، آقای ظریف توضیح میدهد که این نه موشک کلاهی برده اتمی نیست، برای اینکه مرز دقتش خیلی زیاده. برای اون موشک هایی که کلاهک اتمی حمل میکنن محتاج این مرز دقت نیستن، چون هر جا بخورن یه بخش مهمی رو آلوده میکنن. حالا یک شورای امنیتی به اصطلاح در بسته به ماجرا میرسد بر اساس مراجعه آلمان و فرانسه و انگلیس. خب حالا اون رژیم میگوید که بی نتیجه تمام شد، نمیشه هم چیزی، میشه جلسه بکنن اونم محرمانه در بسته بی نتیجه بشه. و نتیجه اولش این است که فرانسه و آلمان محکوم کردن شما رو، انگلیس هم به اینا بیوستن. و این سه تا کشور کیا؟ سه کشوری هستن که از ابتدای بحران طرف گفتگو با ایران بودن. از اون پنج به علاوه یک سه تاشون این که این سه کشور هست، یکیش هم امریکاست، یکیش هم روس، یکیش هم چینه. بس هر کشوری نیستن، سه کشوری هستن که طرف گفتگو هست. حالا ناچار می شون پردر یک ذره بردارن بگم بعد اینا سه تا کشور با این رژیم مشغول گفتگو بوده اند بر سر همین برنامه موشکی ایران. حالا شما به سه کشوری که به شورای امنیت مراجعه کردن، یه وقت باید اونجا مطمئن بیا بگم ما رفت اونجا، اون وقت میگن نتیجه خوب داد یا نتیجه بد داد از آز رژیم. نتیجه خوب میده، اگر اونها بیان بیرون از اون شورا نماینده ایران سند و مدرک و دوباره بر اونجا دقیق روشن کنه که این موشک نبوده اونه که آقای وزیر خارجه امریکا میگوید، این که نشده، اونا آیا متوجه شدن که این اون موشک نبوده؟ اعلام چیزی دادن که ما بعد به این نتیجه رسیدیم که نه این اون موشک نبوده؟ نه، همچه اعلامیه ندادن. گفتن باید بررسی بشود. حالا یک ستا کشوری که طرف گفتگو بودن که باید بررسی کنند ببینن که ماجرا چه بوده، از اینا بخواهی که شما لطف فرموده این ماجرای مالی درست کنید که این
تحریم ایالات متحده رو بی اثر بکنن. به توقع از آزادی سه تا کشور بگیری یه توقع زیاد از حدیه. نباید با امریکا که از جنگ دوم متحدشون بوده وایشن جلو و بر هم بزنن و با مقابله کنن برای خاطر که رژیمی که هر جاش اصطلاح هر بخشش یه ساز میزنن. این اولین به ما چی میگوید؟ شما ما مردم ایران رو اون فلسفهی که این گونه کنش و واکنش اصلا میده توش میده توی این مدار بسته اون چیه؟ چگونه میشه آدم بشینه فکر کنه که خود چه کار بکنیم که اروپا بگه نه؟ اون که منتظره گفته این است که شما یه کاری بکنی که بتونه بگه نه، بهانه داشته باشه. یه دم بشینن تو ایران فکر کنن که چگونه میشه که کاری بکنیم بگه نه. این چه طرز فکری؟ این چه پای و مایه ای داره؟ این طرز فکر این گونه و ورود در این گونه عمل و اکسل عمل رو بلکه ناگزیر میکنه، جبری میکنه. بخواستم بگم برمی انگیزه زیرم بیشتر از اونه. بروی به گون قضیه میبینی که این فلسفه قدرت دیگه. قدرت فلسفهش فلسفه مرگه. ادیانی هم که در بیان قدرت از خود بیگانه میشوند اینا اون فلسفه زندگی که در آغاز بودن چی؟ از خود بیگانه میشوند میکنن قدرت بیگانه میکنن در فلسفه مرگ. یعنی به جایی که فکر کنه چگونه باید زندگی کرد رو چگونه باید روش کرد اسباب این رو فراهم بکنه میگه که چگونه باید مرد. کارم برای اونا اون گونه عرض کنم به شما عجیان آسانه. میگه این دنیا که دنیای گذاره اصل اون دنیاست، پس تو باید ببینی چگونه میمیری که در اونجا جهنمی نشوی، نه چگونه میزیری که در اونجا بهشتی بشوی. ها میگه چگونه بمیری که جهنمی نشوی. حالا که من گفتم گمان نکنید که فقط اعدیان اینجورن که قدرت از خودش دین رو وقتی از خود بیگانه میکنه میشه فلسفه قدرت. تمام فلسفه های قدرت دیگر دینی هم فلسفه چگونه مردن هم از یونان قدیم شروع میشه تا امروز ادامه داره. همین ایدئولوژی ها رو نگاه کنید، مارکس و مارکسیسم رو بگیرید، فلسفه چگونه زیستن هم گرچه میگه قهرمامای تاریخه مارکس، اما وقتی میشه استالینیست میشه فلسفه چگونه مردن. اون وقت برای اون جامعه آرمانی نباید زندگی کرد و اون رو متحقق کرد، باید مرد تا اون متحقق بشود. ولی این انسانی که من شما هستیم از خود نمیپرسیم آخه با مرگ من چگونه اون جامعه آرمانی متحقق میشود. حالا همین سوال ساده رو ایرانی ها از خودشون میپرسیدن از زمانی که این گروگانگیری بعد جنگ شد که ملت به جایی که به خود ببالن ملت شهید پرور از خود میپرسیدن این چگونه میشود مرد با مردن به بهشت داخت. ببرس زندگی کردن معلوم روشنه، شما وقتی زندگی بکنی بر حقوق عمل کنی رشد بکنی عمل بر خود افزاد و این رشد بر رشد می افزاید ساخته بر ساخته می افزاید میشه بهش. حالی که وقتی ونا رو گذاشتی بر مرک و ناچه تخریب میکنی دیگه. از تخریب تن شروع میکنی میگه من که باید بمیرم حالا دیگه چی میاد؟ سیگارم بکشم نکشم، هروئین بزنم نزنم، چلم بکنم نکنم، غذا خوب بخورم نخورم بخوام، اینا دیگه اهمیت نداره. آقا زور بگم نگم مجره قدرت از مرک پدید میاد. کسی که دنبال قدرت میرود فکر آنماش می شود فلسفه مرگ. وقت می بینی که طرف می ره دور این آقایان شروع کردن استشادی رو این چیزا رو، البته قبل از اینا دوره شام بود. حالا دیگران بر ضد اینا استفاده می کنن به برمای در چهارراه به خودشم می باورد که اعلامی هم می ده که ما مسئولیت این جنایت رو بوده می ده این که فتر فتوح کرد. این 40 ساله به کارنامه این رژیم شما نگاه کنید میبینید که
حرف هوا نیست وقتی آقای خمینی میگوید اقتصاد مال خر است. بنیشت میخواد ایران رو بکنه سوئیس و فرانسه، مردم برای اسلام انقلاب کردن. چون از دید او فلسفه راه نمای اندیشه و عمل آدمی فلسفه مرگه. یعنی چه انسان به فکر اقتصاد خوب باشه، مثلا باید فکر چگونه مردن باشه برای اینکه در اون جهان محشور بشه با آقای خمینی و خامنه‌ای. خب حالا شما اینی که من گفتم در مورد ایران و دستی بیاید سطح جهان، ببینی که خب این اقتصادی که مبناش رسوندن سود به حد اکثر باشه یعنی چی؟ جامعه های بشری این از خودشون این همین سوال از خودشون بپرسن و خواهی میشن نمیگذارن این سرمایه‌داری حیات از روی زمین بر اساس حیات از روی زمین برچید. چون معنای این از مرد پدید میاد، از تخریب سود پدید میاد، از ساختن که پدید میاد. کسی ممکنه بگه که چرا پدید میاد؟ اینا تولید میکنن، تولید و اون مصرف کننده اینو مصرف میکنه، اونا سود میبرن. این تولید تولید انبوه هست. حالا 70% هم تخریبی است. اعتنایی هم به نیازهای اساسی انسان ندارد. تخریب طبیعت را هم به حساب نمی گذارد. این فرمول هایی که در اقتصاد می آموزن به دانشجوها اینا را برای خدمت سرمایه داری آماده کنند، توی اون عناصر چیزایی را حذف می کنند. مثلا زیان به طبیعت باید جبران می شه، حذف می شود. اون چه از نیروی کار پرداخت نمی شه، حذف می شود. اون چه جامعه انجام میده باید به اصطلاح واعظاش پرداخت بشه، حذف میشود. نتیجه میشود سود به حساب این آقای سرمایه‌دار ریخته میشود. بلکه چه معنی داره که هر سال بشر عقیدتر، این اقلیت کوچک ثروتمندتر. این فلسفه دلیلش فلسفه مرگه. وقتی رفت تو ذهنان نشست و نشسته، انسان امروز چجوری فکر میکنه؟ میگه بعد از مرگ که دیگه هیچه، تمام هست، هیچه نیست، مردی رفت تمام شد. پس حالا که هستی بخور، اگرم نخوری بیکار میشی. اقتصاد جهان اینجوری میچرخه، میگه اگر مصرف نکنی کار بیکار میشی، فقیر میشی، بدبخت میشی. پس کار کن، برای اینکه کار کنی مصرف کن، برای که مصرف کنی تصرف کن. ببینید جهان امروز محتاج فلسفه زندگی است و اون هم بیان استقلال و آزادی. از این جهت حقوق پنجگانه که به جامعه بشری و خصوص مردم ایران و سپس به مردم جهان پیشنهاد شده است، برای این است که انسان ها یک تغییر اساسی در طرز فکر خود بدهند، خود رو از اون فلسفه چگونه مردن برهند، عنوان انسان آشنا بلکه دانا به فلسفه چگونه زیستن با عمل به حقوق و رشد معنای جدیدی به زندگی بدهند. زندگی در استقلال و آزادی بر میزان عدالت اجتماعی. بار دیگر میگویم ما مردم ایران میتوانیم قول روی این زندگی بگردیم. حق هم داریم، دیگران حق دارن، اما ما هم داریم. عنوان یکی از قدیمی ترین ملت های روی زمین قول رو بشویم برای همه انسان ها در این فلسفه زندگی. بله بتوان در مقام تجاوز به حق بایستاد، اما نه بنابر فلسفه چگونه مردن، بنابر فلسفه چگونه زیستن. تا که اونهایی که میزیند، اونهایی که نسل‌های آیندهی که خواهند زیست در جهانی آزاد و آباد و مستقل زندگی کنند، شاد و پیروز باشید. با سپاس فراوان از شما.